بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسما جان، با شما سوره هایی که در نماز خوانده میشد چند سوره ش گرفتیم. ان شاء الله تعالی اگر دوستای ما علاقمند بیشتر باشن، باز خودشان دیگه سوره ها هم کوشش میکنم و ما مگر تونستیم کوشش میکنیم سوره های زیاده را برشان یاد بتیم. لیکن حال میخوایم که باقی مانده نماز، مثلا که در رکوع میریم چی باید بگوییم، وقتی که در سجده میریم، در اتحیات میشنیم، اینیا رو باید معنایش بفهمیم. خب، بعد از اینکه مثلا یک کسی سبحانک اللهم و اعوذ بالله و بسم الله و الحمد لله را در نماز خواندی و امرای یک سوره، باز چی میکنه؟ الله اکبر گفته، بر رکوع میره. این حاله باز چی میگیم؟ الله اکبر. پس ما و امر الله جل جلاله که ذات بزرگ است، از حالت قیام رکوع میکنیم، میگیم که چی؟ سبحان ربی العظیم. الله اکبر گفته میگیم سبحان ربی العظیم. سبحان جمانا، سبحان اول تلفظ کنین، بگین شما سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. خب این حال سبحان پاک است. جمانا سبحان پاک است، ربی پروردگار من، پاک است پروردگار من، که العظیم یعنی ذات بسیار بزرگ است. سبحان ربی العظیم، پاک است پروردگار من که ذات بسیار بزرگ است. شما بگوین سبحان ربی العظیم. سبحان پاک است ربی پروردگار من عظیم که ذات بسیار بزرگ است. باز بگوین سبحان ربی العظیم. چی معنی میده؟ سبحان ربی العظیم که پاک است پروردگارم که چیست؟ ذات بسیار بزرگ است. این حال ما مثلا در نماز خود ایره 3 دفعه میگیم یا 5 دفعه میگیم یا 7 دفعه میگیم یا 9 دفعه میگیم. پس آدم هایی که ضعیف و مریض هستن یا 3 دفعه بگن، آدم هایی که یک کمک توان دارن و جوان هستن، اینا باید 9 دفعه 7 دفعه باید چی بگن؟ سبحانه ربی العظیم است. و این باید مانایش هم در قلب خود چی داشته باشن که وقتی که انسان میره، چون اگر فکرتان باشه در زمان سابق که بود، همی بت پرستا همیشه تعظیم این قسمی شکل خود خم میکردن، پیش کی خم میکردن؟ پیش بتا، یا پیش هم کاهنای معبد که میکردن، نه یا پیش بت ها میکردن، یا پیش هم رهبر چیز، رهبر یا پادشاهی که می بود، بر از او طور بسیار عظیم و بزرگ می پنداشن، بر از او بیخی سر خود خم میکردن. اینا رو یک مسلمان حق نداره که تعظیم بکنه سر خود به کسی دیگه، به کسی، چرا که اگر او عظمت داد، پس این در حقیقت شرک پیدا کرد، او رو شریک خداوند ساخت. پیش ما و شما کی عظمت زیاد داره؟ الله جل جلاله. پس ما و شما همیشه در نماز خود سر خود پایین میکنیم، به شکل عظمت چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. معنیش چی بوده؟ پاک است پروردگار من که ذات بزرگ است، ذات بسیار بزرگ و با عظمت است. خب بعد از اینکه سبحان ربی العظیم خلاص شد، چی میخوانیم؟ سمع الله لمن حمیده. سمع الله لمن حمیده. اینا لیر انسان پس وقتی که استاد میشه بلند میگه که سمع الله لمن حمیده، در جماعت امام بلند میگه، درست است نه؟ و ما و شما هم وقتی که سر خدا بالا میکنیم چی میگیم؟ سمع الله لمن حمیده. در نماز خود شما میگین مترانه. خب اینا لی چی معنا میتین؟ یعنی میگیم که سمع الله، میشنوت الله جل جلاله لمن، برای کسی که حمیده، حمد الله جل جلاله گفته، یعنی الله میشنوه سخنان کسی که حمد از او را میگن. سمع الله الله جل جلاله میشنوه سخنان کسی که حمد کی را میگن؟ حمد الله جل جلاله میگن. پس ما و شما وقتی که حمد میگیم، ثنا و صفت میگیم، به این عقیده هستیم که الله جل جلاله سخنای ما را چی میکنه؟ مشنوه. و باز بعد از چی میگیم؟ میگیم که ربنا لک الحمد. چی میگیم؟ ربنا لک الحمد. اینا وقتی که گفتیم ربنا و لک الحمد، میگیم که ربنا چی مانا؟ پروردگارا، و لک الحمد و بر تو هست حمد و ثنا و صفت. چی میگیم؟ ربنا لک الحمد، ای پروردگار من، و لک الحمد، برای تو هست نمی هست حمد ثنا و صفت است. آفرین، ربنا لک الحمد هم درست است بگه کسی، و ربنا و لک الحمد هم بگه درست است. خب بعد از اینکه سمی الله لمن حمیده گفتیم چی میگیم؟ اینا رو بگن مانای سمی الله لمن حمیده و ربنا لک الحمد. سمی الله لمن حمیده، الله میشنود الله جل سخنان کسی را که حمد چیست، حمد
خدای الله جل جلاله میکنه و ربنا ولك الحمد، پروردگارا ولك الحمد و ما برای تو است حمد و ثنا و صفات. آفرین. ان سمی الله و لمن حمده ربنا لك الحمد. در احادیث آمده که اگر کس بتونه ایران بگه که حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیه، خب ایره هم میتونه که انسان بگه ثوابش بیشتر شه. بعد از اون وقتی که ایره ختم کردیم باز الله اکبر میگیم، در سجده میریم و در سجده چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پس وقتی که انسان مسلمان سجده میکنه چی میگه؟ میگه سبحان پاک است ربی پروردگار ما که الاعلا، که بسیار ذات با عظمت است یا ذات بلند مرتبه هست. چی میگه؟ سبحان ربی الاعلا. پس وقتی که انسان مسلمان سجده میکنه چی میگه؟ میگه سبحان پاک است ربی پروردگار ما که الاعلا، که بسیار ذات با عظمت است یا ذات بلند مرتبه هست. چی میگه؟ سبحان ربی العلا پروردگار من پاک است، پروردگار من که ذات بسیار بزرگ است، ذات بلند مرتبه هست. پس انسان همیشه وقتی که سجده میکنه به ذاتی که بلند مرتبه هست به او سجده میکنه، که کی است؟ الله جل جلاله. از این خاطر بعضی کسایی که به بت ها سجده میکنن یا به قبر ها سجده میکنن یا بر انسان ها سجده میکنن یا بر حیوانات سجده میکنن، در حقیقت اونا را با خداوند چی ساختن؟ شریک میسازن. پس ما و شما سجده تنها بر کی میکنیم؟ به الله جل جلاله. چی میگیم؟ سبحانه سبحانه ربی الاله پاک است پروردگارم که پروردگارم که بلند مرتبه است. بلند مرتبه است. آفرین. خب دوستان عزیز، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه. ما با اسما جان شما را به ذات یکتای متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.